فاصله دو کانون یک بیزی از یکدیگر 10 واحد. بچه ها ما داریم سوال رو میخونیم سر جلسه مثلا کنکور نشستیم، خب فاصله دو تا کانون عزیزای من FF3 برابر هست با 2C یعنی 10 واحد. خب اینجا اینجا طول قطر کوچیک 6 واحد، طول قطر کوچیک بچه ها BB' برابر 2B هست که میشه 6، از اینجا BC میشه، C5 میشه، A2 هم که برابر هست با B2 به علاوه C2، یعنی اصلا من سوال هنوز شروع نکرده میدونم که A2 میشه B2 به علاوه C2. C چنده بچه ها؟ C5ه عزیزای من. B چنده؟ B هم که 3 هستش، رابطه فیثاغورس هم بینشون برقراره. B2 میشه 9، C2 میشه 25، میشود 34 برای A2، یعنی A تقریبا رادیکال 34، حالا 5 و مثلا 8 دهم، 5 و 9 دهم، یه چیزی نزدیکای 6 هستش. این تا اینجا. اگر M نقطه‌ای درون صفحه این بیزی باشه، حالا بیرونش، داخلش، روی بیزی ما نمیدونیم، تو اون صفحه هستش، مجموع فاصله های M از دو کانون بیزی بشه 12 واحد، این نقطه کجای بیزیه؟ توی بیزیه؟ بیرون بیزی هست؟ دقت بفرمایید عزیزای من، اگر نقطه روی بیزی بود MF به علاوه MF'، دقت بفرمایید MF به علاوه MF'، این یعنی MF به علاوه MF' باید بشه دعا. دعا یعنی دوتا رادیکال 34، مثلا 2 5 9 دهم تقریبا میشه 11 8 دهم تقریبا. حالا عزیزای من خورده نگیرن، حدودی 11 8 دهم. حالا اینجا رو دقت کنید، نقطه ما جایی قرار داره که جمع فاصله هاش از دوتا کانون برابر 12 شده، یعنی از 11 8 دهم بیشتر شده. پس نقطه ما کجا قرار داره بچه ها؟ این ام رو بیزی، حالا چون هستش ام میگیرم، مثلا این امه در واقع عزیزان دقت کنن، NF به علاوه NF' برابر شده بود با این 11 8 دهم. حالا نقطه M ما چون از 11 8 دهم بیشتر شده کجا قرار داره؟ بیرون بیزی قرار داره، یعنی پاسخ ما گزینه شماره 3 خواهد بود. حالا اگر امسال مثلا این سوالو بدن بگن آقا یه نقطه ای ما داریم جمع فاصله‌هاش دو تا کانون پیدا کردیم برابر 11 شده، خب از این 11 8 دهم کمتره دیگه، پس اون نقطه توی بیزیه. حالا اگر یه روزی هم بگن که یه نقطه داریم که مجموع فواصلش تا دو تا کانون بیزی برابر دو تا رادیکال 34 یا همون 11 8 دهم تقریبا شده، خب اون نقطه توی بیزی، روی بیزی هستش. اینجا چون از این مقدار بیشتر شده، پس نقطه M در واقع روی بیزی نیست، بلکه بیرون بیزی خواهد بود. پاسخ گزینه شماره 3 خواهد بود.